بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صد سلام خدمت شما شاگرده عزیز دوست داشتنیم. روز شما بخیر. به درس امروز خوش آمدیم. امروز هم با یک درس خیلی دلچسب از کتاب کیمیای صنف 12 هم در خدمت شما نازنینایم هستم. امیدوار هستم که تا به اینجا، تا به این لحظه و تا به این ویدیو درس های داده شده انشاءالله خوب یاد گرفته باشین و حتما کتاب درسی تان هم مطالعه میکنین و تنها به دیدن ویدیوها اکتفا نمیکنین. خب نازنینایم، در جلسه گذشته ما و شما راجع به الکایل هلایت ها صحبت کردیم. مثلا کلا این فصل کتاب راجع به الکایل هلایت ها هست. الکایل هلایت ها را گفتیم که با فرمول عمومی RX در واقع یکی از مشتقات هالوجنی هیدروکربن ها هستند و راجع به ساختمانشان، راجع به شیوه نامگذاریشان هم صحبت کردیم در جلسات گذشته. اما اینکه امروز می‌خوایم درباره چی صحبت کنیم، امروز هم ادامه درس ما در رابطه با همین الکایل هلایت ها هست. اما امروز می‌خوایم درباره چی صحبت کنیم؟ امروز درس ما در رابطه با خواص فیزیکی الکایل هلایت ها هست. خب اهداف درس امروز ما این هست که شما با خواص فیزیکی الکایل هلایت ها آشنا شوین، شما بیاموزین که الکایل هلایت ها دارای چه نقطه ذوبانی هستند، دارای چه نقطه غلیانی هستند و همینطور نقطه غلیانشان در واقع چه تفاوت هایی با هم دارن، آیا همه الکایل هلایت ها نقطه های ذوبان نزدیک به هم دارن یا با هم تفاوت دارن و اگر تفاوت دارن علت این تفاوت در چی هست، همچنین ویژگی های دیگری مانند رنگ، کثافت، انحلالیتشان که مربوط به خواص فیزیکیشان هست. ان شاء الله امروز همراه این ویژگی ها آشنا میشین و امید ایره دارم که با ما همراه باشین. کتابچه و کتاب و قلم هم حتما همراهتان هست و آماده هستین برای درس جدید. خب نازنین، میریم سراغ خواص فیزیکی الکایل هلایت ها. خب یکی از خواص فیزیکی الکایل هلایت ها شاگرد عزیزم کثافتشان هست. کثافت خودتان میفهمین که چی هست؟ کثافت کتله فی واحد حجم هست که فرمول کثافت هست. خب کثافت یکی از خواص فیزیکی الکایل هلایت ها هست مثل سایر مواد دیگه. اما اینکه کثافتشان چگونه هست، الکایل هلایت ها چون شامل دو بخش هستن، یکی بخش در واقع چی هست؟ بقیه عضوی هست و بخش دوم بخش چی هست؟ هالوجن هست. X سمبول چی باشه؟ در واقع X، فلورین، کلورین، برومین و آیودین هست. هالوجن ها در گروه هفتم موقعیت دارن که از فلورین شروع میشه و بالاخره او هالوجن هایی که مد نظر ما هست تا آیودین هست. دقت بکنید، الکایل هلایت هایی که دارای عین بقیه عضوی هستند، یعنی بقیه عضویشان یک چیز هست. خب کثافتشان ارتباط میگیره به چی؟ به هالوجنی که به این بقیه عضوی متصل هست. اگر که هر چقدر که هالوجن کتله بزرگتری داشته باشه و بزرگتر باشه به حساب حجمش، او الکایل هلایت چی هست؟ سنگینتر هست و کثافتش به عبارتی بیشتر هست. یعنی اگر که شما به طور مثال اگر ما اینجا الکایل هلایت های چی را نوشته کنیم؟ الکایل هلایت های نوشته بکنیم که دارای یک اتم کربن هست، مثل CH3F، CH3Cl یا میتایل فلوراید، میتایل کلوراید، میتایل برومید و همچنان میتایل آیودید. خب از نظر کثافت اگر اینها را با هم مقایسه بکنیم، از بالا به پایین کثافتشان چی پیدا میکنند؟ کثافت افزایش پیدا میکنند، افزایش مییابد. خب یعنی چی کثافت افزایش پیدا میکنه؟ از بالا به پایین ببینید دارای عین بقیه عضوی هست، یعنی آرشان با هم چی هست؟ یکسان هست، فرق نمیکنه، مشابه هست. میریم سراغ چی؟ سراغ هالوجن ها. وقتی که هالوجن ها رو بررسی میکنیم، این هالوجن ها در یک گروه قرار دارن. از بالا به پایین شما میفهمین چون تعداد پریود ها یا به عبارت تعداد قش های الکترونی در یک گروه افزایش پیدا میکنه، پس حجم اتم افزایش پیدا میکنه، همچنان کتله اتم هم افزایش پیدا میکنه. پس هر چقدر ما در
در این گروه از بالا به پایین میاییم، از فلورین تا آیودین، طبیعتاً چون کتله ها افزایش پیدا میکنه، پس در نتیجه کثافت هم افزایش پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه کثافت چی را نشان میده؟ کتله فی واحد حجم. حجم خود ثابت است برای همیشان. میریم سراغ کتله. هر چقدر که کتله یعنی صورت بزرگتر میشه، در نتیجه حاصل که کثافت هست بزرگتر میشه. پس به طور خلاصه در الکایل هلایت ها عامل تعیین کننده کثافت الکایل هلایت هایی که دارای عین بقیه عضوی هستند، یعنی آرشان یکسان هست، چی هست؟ هالوجن ها هست. و هر کدام که در واقع هالوجنش کتله بزرگتری داشته باشه، او الکایل هلایت کثافت بیشتری داره. خب پس ما میتونیم بگوییم که اگر به این ترتیب ما کثافت اینها را تنظیم بکنیم، اگر به طور عمومی نوشته بکنم، RF کثافتش بزرگتر از RCL و ای بزرگتر از RBR و همچنان RBR کثافتش بزرگتر از R، در صورتی که R ها با هم چی باشه؟ البته به شرطی که R چی باشه؟ یکسان باشه، یعنی بقیه عضوی درشان یکسان باشه. تغییر کثافت به این طرف هست که کثافت یا دی کثافت افزایش پیدا می کند، افزایش می یابد. خب این راجبه کثافت الکایل هلاید ها. همچنین نکته بعدی باید خدمتان عرض بکنم که راجب نقطه غلیانشان هست. شاگرد نازنینم، اگر که شما در اینجا دقت بکنین، در نقطه غلیانشان هم به همین ترتیب تغییر میکنه، یعنی الکایل هلایت هایی که دارای عین گروه متایل باشن، یا به معذرت میخوایم الکایل باشن یا آرشان یکسان باشه، نظر به هالوجن نقطه غلیانشان تغییر میکنه. او الکایل هلاید هایی که هالوجنشان بزرگتر باشه و به عبارتی کتلهش بزرگتر باشه، نقطه غلیانشان بزرگتر هست. چرا؟ ببینید شما در اینجا از بالا به پایین دقت بکنین، فقط در میتایل فلوراید و میتایل کلوراید که به خاطر که اختلاف الکترونگاتیویشان، مثلا اینجا ببینید اختلاف الکترونگاتیوی بین کاربن فلورین، اگر ما این را به این شکل بنویسیم، به این شکل، یعنی فرمول ساختمانیش به این شکل است، شاگرد نازنین، رابطه بین کاربن و فلورین هست. خب کاربن الکترونگاتیویش 2.5 هست و از فلورین 4 هست، که اگر اختلاف اینها رو ما در نظر بگیریم میشه 1.5. 1.5 در کاتگوری بین 0.5 تا 1.7 میآید، یعنی در واقع رابطه بین دو اتم چی هست؟ رابطه بین اتمیش از نوع غیر رابطه قطبی هست و مولکول هم قطبی هست. همچنین در میتایل کلوراید هم مولکول قطبی هست، اما در این دو دانه دیگه مولکول های ما در واقع روابط غیر قطبی هست، مولکول ها هم غیر قطبی هست. حالا ببینید از بالا به پایین اگر ما این را بررسی بکنیم، یک نکته را ما باید خدمتتان عرض کنم، در جلسات گذشته هم گفتیم که در شما در صنف 10 هم آموختین یکی از روابط، انواع روابط بین مولکولی، روابط چی هست؟ رابطه میبخشید رابطه لاندون هست یا قوه لاندون هست که بین مولکول های غیر قطبی وجود داره به طور مشخص، و همچنین بین سایر مولکول ها، یعنی مولکول هایی که قطبی هستند، هم چی؟ قوه لاندون وجود داره. قوه لاندون در اثر چارج های لحظوی به وجود می آید، و این قوه یکی از عواملی که بر مقدار این قوه تأثیر گذار هست حجم مولکول هست. هر چقدر که حجم مولکول ها بزرگتر باشه، قوه لاندون افزایش پیدا میکنه. پس در اینجا اگر شما دقت بکنین، از بالا به پایین حجم مولکول ها افزایش پیدا میکنه، درست است؟ چرا؟ چون حجم هالوجن ها افزایش پیدا میکنند. پس در نتیجه چون حجم مولکول ها افزایش پیدا میکنند، تماس مولکول ها با هم بیشتر هست، امکان به وجود آمدن چارج های لحظوی بیشتر هست، در نتیجه قوه جذب بین مولکولی لاندون هم افزایش پیدا می کند. پس در نتیجه در این گروه هالوجن ها از بالا به پایین الکایل هلاید هایی که دارای عین الکایل هستند ولی هالوجنشان با هم فرق می کنند، از بالا به پایین شما دقت بکنین، از فلورین تا آیودین، الکایل هلایدی که فلورین داره تا الکایل هلایدی که آیودین داره، نقطه غلیان افزایش پیدا میکند. پس افزایش نقطه غلیان هم مانند افزایش کثافت هست. در گروه هالوجن ها الکایل هلاید هایشان از بالا به پایین تا به آیودین، همونطور که کثافتشان افزایش پیدا می کند، نقطه غلیانشان هم افزایش پیدا می کند. پس می نویسیم افزایش نقطه غلیان. خب امیدوار هستم که تا این
قسمت درس را یاد گرفته باشین، مشکلی نباشد. در رابطه با کثافت و نقطه غلیانشان صحبت کردیم، گفتیم که در واقع که هر چقدر که الکال هلایت هایی که دارای عین الکال باشند نظر به هالوجن کثافت و نقطه غلیانشان تغییر میکنه، الکال هلایت هایی که دارای آیودین هستند نظر به برومین و برومین نظر به کلورین و کلورین نظر به فلورین هم نقطه غلیان بالاتری دارن و هم در واقع چی بیشتری دارن؟ کثافت بیشتری دارن. به طور مثال ما مثلا از متایل کلوراید را، متایل کلوراید شاگرد عزیز نقطه غلیانش اینجا نوشته میکنیم نقطه غلیان و اینجا هم نوع ماده هست، از CH3 کلوراید یا به عبارتی چی؟ میتایل کلوراید. از میتایل کلوراید نقطه غلیانش را در صفحه 111 کتابتان هست منفی 24 درجه سانتیگراد هست و بعد از او چی را نوشته کرده؟ میتایل بروماید نقطه غلیانش 5 درجه سانتیگراد هست و میتایل آیودایت. از میتایل آیودایت چقدر هست؟ در کتابتان نوشته 43 درجه سانتیگراد هست. شما دقت بکنید به نقطه غلیان. ببینید کلوراید یا کلورین، برومین، آیودین در گروه هالوجن ها از بالا به پایین ترتیب شده و همچنین از بالا به پایین حجم اتم ها افزایش پیدا میکنه. کلورین، برومین، آیودین، برومین نسبت به کلورین و آیودین نسبت به برومین جون در قشهای بزرگتری هستند پس حجم بزرگتری دارند و آرشان هم که یکسان هست، بنابراین نقطه غلیانشان از بالا به پایین نظر به افزایش قوه‌های جذب لندن یا قوه‌های بین مولکولی هست چی شده؟ افزایش پیدا کرده. ببینید منفی 24 درجه است، 5 درجه و 43 درجه. خب امیدوار هستم که تا این بخش مشکلی نداشته باشین. میریم سراغ یکی دیگر از خواص فیزیکی الکایل هلایت ها که چی هست؟ رنگشان هست. شاگرد نازنین اکثر الکایل هلایت ها بی رنگ هستند و یا زرد رنگ هستند، درست شد؟ و دارای بوی خاصی هستند. پس از نظر رنگ چی هستند؟ الکایل. از نظر رنگ الکایل هلایت ها دو رنگ مشخص دارن، یا بیرنگ هستن اکثرشان و یا زرد رنگ هستن و بوی مشخصی هم دارن، یعنی بوی خاصی دارن که قابل تشخیص هست. و یکی دیگر از ویژگی های یا به عبارت خواص فیزیکی الکایل هلایت ها شاگردای نازنینم چی هست؟ در واقع انحلالیتشان هست. الکایل هلایت ها، چه او الکایل هلایت هایی که قطبی هستن و چه اونهایی که غیر قطبی هستن، به طور کلی اگر قطبی هم هستن قطبیتشان کم هست، به همین خاطر در آب منحل نیستن. الکایل هلایت ها به طور کلی در محلل های قطبی حل نمیشن، اما در محلل های عضوی یا محلل های غیر قطبی مانند چی؟ مانند الکل ایتر قابل چی دارن؟ قابلیت انحلالیت دارن. پس به طور کلی میتونیم بگیم که الکایل هلایت ها چون مواد عضوی هستن در محلل های عضوی مانند الکل ها و ایتر ها قابلیت انحلالیت دارن ولی در آب حل نمیشند. نکته دیگه باقی نمانده، فقط یک جنبندی میکنم. امروز ما و شما در رابطه با خواص فیزیکی الکایل هلایت ها صحبت کردیم. خواص فیزیکی شامل نقطه غلیانشان، کثافتشان، رنگشان، بویشان و همچنان راجب انحلالیتشان هست که به طور کلی گفتیم که الکایل هلایت ها نظر به هالوجنی که به اونها نصب شده، البته الکایل هلایت هایی که دارای عین الکایل باشن، خب نقطه غلیان و کثافت بزرگتری دارن هر چقدر که هالوجنشان بزرگتر باشه و به عبارت اتمش بزرگتر باشه، به همون دلیل هست که نقطه غلیان و کثافتشان هم بیشتر خواهد بود. همچنین راجع به رنگشان گفتیم اکثرشان یا بیرنگ هستن یا رنگ زرد دارن و در رابطه با نکته بعدی که در رابطه انحلالیتشان بود گفتیم که الکایل هلایت ها در آب منحل نیستن ولی در محلل های عضوی مانند الکل ها و ایتر ها قابلیت انحلالیت دارن. خب نازنینای امیدوار هستم که درس امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و به حیث کار خانگی شما نازنینای میتونید که درس صفحه 111 تا نمی خواص فیزیکی الکایل هلایت ها را یک مرور دوباره
دوباره بکنین و برای خودتان یک خلاصه نویسی داشته باشین که از نظر رنگ و کثافت و نقطه غلیان و انحلالیت میتونین که الفل هلایت ها را ترتیب بندی بکنین. خب تشکر از توجهتان به درس امروز، به امیدی که در جلسه آینده شما را صحتمند و سلامت ببینم. خداوند حافظ و نگهدارتان باشه.